درود خدمت شما شنوندگان عزیز. در این لحظه با برنامه معرکه همراه با شما عزیزان هستیم. آسمون آبی همه جا، اما آسمون اون وقتا آبی تر بود. رو بوما همیشه کفتر بود. داری 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 دارای دارای دا این داری 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 دارای دارای دا دارای رای دارای دا یکی بود یکی نبود غیر خدا هیچکی نبود حیاتا باغ بودن آدم ها سردما بودن بچه ها چاق بودن جوون ها قلچماق بودن دختر ها با حیا بودن مردم ها با صفا بودن حوض پر آبی بود مرد میرابی بود دای را رای رای دای را رای را نون گندم مال مردم اگه بود نمی رفت از گلو پایین به خدا اگرم مشکلی بود آجیل مشکل گشا حلش میکرد بچه ها بازی میکردن تو کوچه جمجمک برگ خزون همومک مورچه داره بازی مرد خدا کو؟ کجاست مرد خدا؟ سلامی بود علیکی بود حال جواب سلامی بود آدم خوشکلامی بود برکت داشت پولا پول به جون بسته نبود آدم از دست خودش خسته نبود نونی بود پنیری بود هیچ کس واسه جهاز دخترش چوب حراج به کلیش نمیزد کسی بیکار نبود قلب و قرنیه واسه فروش نبود هیچ مردی شرمنده اهل و عیالش نبود قصه ای بود قصه ای بود قصه ای بود قصه ی کک به تنور قصه ی فراد و شیرین حق جلوتون بده عزیزان خانوم ها آقایان به معرکه ما خوش اومدی بچه مرشد جونم آقا مرشد بیا جلو ببینم اون چیه به صورتت مالیدی؟ صورتت چرا سیاه شده؟ آقا مرشد این زماد چشم زخمه که ننه بزرگم برام درست کرده جلوی نظر و بعد نظر رو میگیره زماد چشم زخم دیگه چه داستانیه؟ آقا مرشد دقیق نمیدونم ننه بزرگم بهتر بلده چند تا چیزو قاطی میکنن و چند تا ورد میخونن فوت میکنن هم جلوی بد نظر رو میگیره هم بخت آدمو باز میکنه به به دست مریزاد چی قاطیش میکنن اون وقت؟ آقا مرشد گفتم که دقیق نمیدونم مثلا میدونم توش خاک زغال هست جیگر کرکس مصری با ادرار شتر اهوازی به اضافه خاکستر موشکور سوخته رو محکم میکوبن با کمی انبرنسا و اوه چه خبره نه خیر چامسترهای صحرایی و با فاضلاب شهری رو هم اضافه کن نه اون تو مرحله آخره بعد از خوندن ورد بچه مرشد از تو دیگه این انتظارا رو نداشتم آخه این چرندیات چیه دیگه داری میگی؟ اینا همش یه مش خرافات و چرت و پرته واقعا تو از جیگر کرکس و ادرار شطور انتظار داری برات کاری انجام بده؟ آقا مرشد راستیتش نه اما انبرنسا و خارشطور واقعا خیلی خاصیت داره یه تحقیق بکن همه تاییدش میکنن انبرنسا دیگه چیه؟ آقا مرشد شاهکار جناب خره دیگه همون که وقتی مزاج مبارکش اجابت میکنه یعنی مدفوع خر خاصیت داره؟ آره آقا مرشد میدونی عطاری ها گرمی چند میفروشن؟ اونایی که این چرندیات رو تایید میکنن و مدفوع خر رو به خورد مردم میدن مثل تو دوچار توهم هن اونی که مدفوع خر رو به جای دارو میفروشه عطاری نیستش که شیاده
خب آقا مرشه چی کار کنم؟ دل ننه جونم رو بشکنم؟ ننه جونت از تو چافازلاب لجن بیاره به ماله به صورتت باز قبول کنی که دلش نشینه؟ البته چه سوالی بود کردم، لجن فازلاب از اینایی که گفتی خیلی بهتره. فعلا نقدن این پلشتی ها رو که مالیدی به صورتت. اوه اوه چه بو گندی هم داره. برو برو صورتتو بشور و با الکل ضد عفونیش کن تا هزار جور مرض و بیماری نگرفتی. چشم آقا مرشد کفری نشد، الان پاکشون میکنم. بذار وردام که تموم شد میرم میشورمشون. ورداد؟ ورداد دیگه چه صیغه ایه؟ آقا مرشد ننه جونم یه ورد یادم داده، گفته اگه ناشتا 10,000 بار تکرارش کنی بخت و اقبال میاد به سراغت. چیه این ورد؟ بگو ببینم. جیم بله جوشیم دو سه خال، خارو بکن زغال بیار، قرار از ابر سیاه به بار آروم و قرار. بابا دست زاری زاد بچه مرشد، قلبمو به درد آوردی. از تو این انتظار رو نداشتم. تو به جای خداوند قادر و زنده از ابر سیاه و زماد و ورد و جادو و جنبل انتظار برکت و آروم و قرار داری؟ اینا جز بدبختی و نکبت چیزی به زندگیت نمیارن. این همون بت‌پرستیه، این مدد جستن از غیر خداست، حاصلش هم فقط لعنت و تباهیه. نه بابا آقا مرشد چی کار کنم پس؟ همین الان همه اینا رو بریز دور و توبه کن. اینا افکار غیر خدایی و شرارت باره. اگه قلبت با عیسی مسیح هستش دیگه برای ابر سیاه نباید جایی تو قلبت باشه. راست میگی آقا مرشد، عجب اشتباهی کردم. تو رو درواسی ننه جونم گیر کردن، کلن عقل از سرم رفت. حالا که شما گفتی انگار پرده از جلو چشام کنار رفت، فهمیدم عجب گافی دادم. همین که فهمیدی خودش خوبه. مدد ز غیر خداوند برای ایماندار ننگه. همین رو درواسی هاست که آدم رو به فنا میده. هر کی میخواد باشه، احترام همه واجب، اما نباس بذاری تو همین رو درواسی ها تو رو بندازن تو قهر چاکه. آقا مرشد حق با شماست، الحق که کارم خیلی خطا بود. خدایا منو ببخش و توبم رو قبول کن. چشام بسته شد و پاک قافیه رو باختم، یعنی خدا منو عفو میکنه؟ بچه مرشد، عیسی مسیح رفت روی صلیب تا ماها رو از این لعنت‌ها نجات بده. مادامی که بفهمی کارت غلط بود و توبه کنی و دیگه اون کار رو تکرار نکنی، البته که خیلی وقت بخشیده شدی. شک نکن، امروز میخوایم در مورد همین بحث باهات صحبت کنم. راست میگی آقا مرشد. دروغم چیه؟ خدایا منو ببخش، گناه کردم. آفرین، حالا که فهمیدی فکر و کارت خطا بوده، بیا بریم ببینیم تو پرده امروزمون چه خبره. آقا مرشد. جون مرشد. این صلیبا چیان تو پردمون؟ بچه مرشد، امروز میخوام در مورد صلیب عیسی مسیح باهات حرف بزنم. صلیب عیسی؟ بله بچه مرشد. از همون هفته آخری که عیسی مسیح با احتشام و جلال وارد اورشلیم شد، تا تو رایی که وارد شده قدم بردار و کار رو تموم کنه. چه کاری مرشه؟ کار عظیم نجات. چطوری مرشه؟ ببین بچه مرشد، تو این تصویر چی میبینی؟ آقا مرشد، عیسی مسیح سوار بر یک کره اولاغ داره وارد یه شهری میشه. مردم هم دارن براش سر و دست میشکنن، دارن زیر پا شاخهای نخل میندازن. آقا مرشد چرا سوار کره اولاغه؟ بچه مرشد، مردم اون موقع که منتظر مسیح یا همون ماشیه بودن، تصورشون از پادشاه آسمونی مثل پادشاهان زمینی بود. شاید عیسی مسیح میخواست که تصورات غلط اونا رو در هم بریزه. عیسی مسیح با فروتنی خودش نشون داد که پادشاهی آسمون با پادشاهی زمین فرق داره. آها، پس به خاطر همین، در عین سادگی ولی با شکوه و جلال. خب آقا مرشد، اینجا عیسی داره پای شاگرداشو میشوره، قبلا هم یه اشاره بهش کردیم،
موضوع چی بود مرشد؟ عیسی مسیح موقع شام بلند شد و خرقه‌شو در آورد و یه حوله به کمر بست و شروع کرد به شستن پاهای شاگرداش. نوبت رسید به شمعون پتروس. آها، همون شاگرد ماهیگیرش؟ آفرین. شمعون گفت آیا میخوای پای منو بشوری؟ عیسی مسیح گفت اکنون از درک کاری که میکنم عاجزی، ولی بعداً خواهی فهمید. شمعون چی گفت مرشه؟ گفت به خدا اگه بذارم پای منو بشوری، پای منو هرگز نخواهی شست. عیسی مسیح قبول کرد؟ عیسی مسیح گفت تا تو را نشویم سهمی با من نخواهی داشت. شمعون هم حتما اصرار کرد؟ نه، گفت سر بر من، نه تنها پایم بلکه دست ها و سرم را هم نیز بشور. به به، نه خیر، میخوای یک کیسه هم برات بکشیم. خاصیت بشر خیلی عجیبه بچه مرشد، یا از این وره بوم میفته یا از اون ورش. بشر داره به خدا راه نشون میده، میگه پاتو بشورم، میگه اگه بذارم. بعد عیسی که میگه سهمی نخواهی داشت، میگه پس سرم رو هم بشور. آخه بابا، یکی نیست بگه تو چیکار به کار خدا داری. خدا خودش میدونی که اندازه و مقدار هرچی چقدره. ما بعضی وقتا میخوایم به خدا راه نشون بدیم. خب آقا مرشد، بالاخره پاهاشو شست یا نه؟ آره شست. بچه مرشد، وقتی یکی میخواد تو رو از ته دل و راست راستی خدمت کنه، اجازه بده که این کار رو بکنه. اگه اجازه ندی شاید از غرور باشه و اینکه من اونقدر خفنم که فقط باید خودم خدمت کنم، این خودش از غروره. یه وقتایی باید اجازه بدی که برادرت با خدمت به تو دل شاد بشه. آها، که این تو؟ آره بچه مرشد. آقا مرشد، جون مرشد، این میز شام برای چیه؟ اینا کیان دورو برای عیسی که دارن باهاش شام میخورن؟ بچه مرشد، این شام مشهور به شام آخره. اگه فرصتی باشه بعدم مفصل در موردش برات صحبت میکنم. امروز میخوام بریم سراغ صلیب و ماجراهای صلیب. خب مرشد، چه اتفاقی سر شام افتاد؟ عیسی مسیح نون رو گرفت و پاره کرد و بین شاگرداش تقسیم کرد. گفت اینو بخورید، این بدن منه که برای شما پاره میشه. بعدش هم جامو گرفت و داد دست شاگرداش، گفت اینو هم به یاد خون من که برای شما در عهد جدید ریخته میشه بنوشید. شاگرداش هم خوردن و هم آشامیدن. آره، بعدش هم گفت این کارو بعد از من به یاد من انجام بدید. واسه همونه که مسیحی‌ها توی کلیسا این سنت رو به یاد عیسی مسیح انجام میدن و بهش میگن عشاء ربانی. آره دیدم آقا مرشد، یه نون کوچولو میخورن و با دعا از جام میآشامن. درسته، اما یکی از همونایی که دستش با عیسی در یک سفره بود دلش سیاه شد و به عیسی خیانت کرد. ای دل غافل، کی بود این آقا مرشد؟ یهودای اسخریوتی. البته خود عیسی مسیح خبر داشت، قبلن هم پیشگویی کرده بود که یکی از شاگرداش اونو تسلیم دشمن میکنه. رفت عیسی رو فروخت آقا مرشد؟ بله، اونم در قبال 30 سکه نقره. علمای دین و شورای یهود که بساط خودشونو با بودن عیسی مسیح در خطر میدیدن، تصمیم گرفتن که عیسی رو از سر راه بردارن. دنبال یه بهونه بودن که بگن عیسی کافر و اونو دستگیرش کنن. عیسی مسیح کافره؟ به حق چیزایی نشنیده. بابا این خود عشق، خود ایمانه. شما میگید کافره؟ عیسی بعد از شام با شاگرداش رفت توی یه باغ به نام باغ جتسیمانی. عیسی مسیح به شاگرداش گفت که بیدار بمونید و دعا کنید تا در خطا نیفتید. اما اونا خوابیدن. عیسی خودش مشغول دعا بود. از اون طرف یهودای اسخریوتی با علمای دین یهود و نگهبانان معبد اومدن تا عیسی مسیح رو دستگیرش کنن. وای وای آقا مرشد، میخواستن عیسی رو محکوم کنن، درسته؟ بله، یهودای اسخریوتی اونا رو آورد سر وقت عیسی مسیح و قبلا هم بهشون گفته بود هر کسی رو که بوسیدم
اون عیسای مسیحه. تا عیسای مسیح رو دید اونو بوسید و نگهبونا فهمیدن که عیسی اونه و رفتن و گرفتنش. این نامرد سرورش رو با بوسه تسلیم کرد؟ آره بچه مرشد، عیسی رو بردن و تا صبح با شلاق و تازیانه شکنجش کردن. شاگردای عیسای مسیح چی شدن آقا مرشد؟ همشون تو تاریکی در رفتن و عیسی رو ترک کردن. همشون؟ حتی شمعون پتروس؟ بله، خود شمعون پتروس طبق پیشگویی عیسای مسیح تا خوندن خروس 3 بار عیسی رو انکار کرد. ای دل غافل، بابا تو دیگه چرا پتروس؟ از تو بعید بود با این همه ادعا. خلاصه تا صبح عیسای مسیح رو شکنجه دادن و خونش رو زمین ریختن. صبح که شد بردنش پیش پیلاتوس که فرماندار بود، بردن تا حکم اعدام عیسای مسیح رو صادر کنه. اما پیلاتوس گفت من گناهی که مستحق مرگ باشه در این مرد نمیبینم، شلاق بزنید و رهاش کنید. یعنی اون پیلاتوس بی خدا از این دیندارای به اصطلاح با خدا با انصافتر بود؟ فرقی نمیکنه، گناهکار گناهکاره. تو هر لباس و مقام و جایگاهی که باشی اگر به فرمان شریر عمل کنی گناهکاری. ای بابا عجب دنیاییه، به پسر خدا هم رحم نمی کنن. بچه مرشد، این علمای دین اونقدر اصرار کردن و مردم رو تحریک کردن که یواش یواش سر و صدا بلند شد. یه عده بیرون کاخ داد می زدن مصلوبش کنید، مصلوبش کنید، تا اینکه پیلاتوس از ترس اینکه مبادا شورش بشه قبول کرد که حکم مصلوب شدنش رو صادر کنه. وا ویلا، یعنی تسلیم خواسته سران یهود شد؟ چند بار خواست از زیر این حکم در بره، حتی گفت رسمی که یک زندانی رو در روز عید آزاد میکنن، میخواید عیسی ناصری رو هم آزاد کنم؟ گفتن نه، به جای عیسی باراباس که یک راهزن بود آزاد کن. و نهایتاً حکم اعدام عیسی رو صادر کرد و دستهاش شست و گفت که من از خون این مرد مبرا هستم. ای نامردا، بالاخره کار خودشونو کردن، عیسی نازنین رو بیگناه بردن پای دار صلیب. بله، بره بی‌نقص خدا. خب آقا مرشد بگو ببینیم اینجا تو تصویر پرده چرا 3 تا صلیب هست؟ این 2 تا صلیب دیگه برای 2 نفر مجرمه که همراه عیسی مسیح مصلوب شدن. عجب. آره، عیسی مسیح رو وادار کردن که تو مسیر جلجتا صلیب خودش رو حمل کنه. جلجتا دیگه چیه مرشد؟ جلجتا یعنی جمجمه، مکانی که قرار بود عیسی مسیح رو اونجا به صلیب بکشن. عیسی مسیح با رنج فراوان و با زخمای فراوان به سوی صلیب اومد و اونجا عیسی مسیح رو در میان 2 جنایتکار به صلیب کشیدن. ای جانم، بدون اینکه گناهی داشته باشه. بچه مرشد، البته اینو بگم ها، اینا هیچ کدوم تصادف نبود. عیسی مسیح اجازه داد این اتفاق بیفته چون نقشه خدا بود برای نجات بشر. اگر عیسی مسیح به روی صلیب نمی رفت فدیه گناهان من و تو پرداخت که نمی شد. پس عیسی مسیح به جای ما رفت روی صلیب. بله دقیقاً. خب مرشد بعدش چی شد؟ چه اتفاقی پای صلیب افتاد؟ اولاً تمام پیشگویی‌هایی که در عهد عتیق انجام شده بود دونه دونه اتفاق افتاد. مثلا اینکه برای ردای عیسی مسیح قرعه انداختن و برش داشتن، یا اینکه بر سر شاخه زوفا شراب ترشیده به عیسی چشوندن. آها، اینا قبلا پیشگویی شده بودن، درسته مرشد؟ بله. خب اون جنایتکارا چی گفتن؟ یکیشون به عیسی طعنه زد که اگه واقعا پسر خدایی چرا هم خودت و هم ما رو خلاص نمی کنی؟ اما اون یکی گفت خجالت بکش، این مرد بیگناهه، مثل من و تو مجرم نیست. بعد رو کرد به عیسی مسیح و بهش گفت وقتی در حضور پدرت رفتی مرا نیز یاد کن. آخه عیسی مسیح چی گفت؟
گفت امروز تو هم همراه من در حضور پدر خواهی بود. بچه مرشد، اگه بنا به فیض باشه تو لحظه آخر به روی صلیب خداوند تو رو ملاقات میکنه و رحمت شامل حالت میشه. وای، یعنی اون جنایتکارم به روی صلیب نجات پیدا کرد؟ طبق گفته عیسی مسیح بله، درست لحظه آخر. خب آقا مرشد، نهایتاً عیسی مسیح مصلوب شد. بله، عیسی مسیح بعد از اینکه تمام پیشگویی‌ها طبق اراده و نقشه پدر انجام شد گفت تمام شد و روحشو تسلیم کرد. بعد از اون زمین و زمان به هم ریخت، آسمون سیاه شد و پرده محراب از وسط دو نیم شد. مرده ها از قبر بیرون ریختن و بسیاری چیزهای دیگه که اگر فرصتی باشه بعدن مفصل در موردش باهات صحبت میکنم. آقا مرشد، جون مرشد، بعد از اینکه عیسی مسیح مرد چی کار کردن؟ هیچی، طبق رسوم یهودی ها تو کفن پیچیدن و با عطر و روغنای معطر تو قبر گذاشتنش. عیسی مسیح توی قبر جای گرفت، اما روز سوم دوباره از مردگان قیام کرد و زنده شد. آها، آره یادم میاد، قبلا گفتیم قبر خالیه، عیسی مسیح از مردگان برخاست. بله بچه مرشد، همونطور که گفتم در آینده اگر عمری باشه مفصل در مورد تک تک اینا با هم صحبت میکنیم. فعلا همینقدر بدون که عیسی مسیح زنده است و بر مرگ غلبه کرده. خدا رو شکر مرشد، جلال بر نام این خدای زنده و حی. بچه مرشد، معرکه امروزمونم در اینجا به پایان میرسه. تا یه فرصت دیگه و یه معرکه دیگه که قسمت باشه و در خدمتتون باشیم، همه شما رو به دستان پرتوان عیسی مسیح میسپرم. مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر، ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، از اینکه تا این لحظه با برنامه معرکه با ما همراه بودین سپاسگزاریم. شما میتونید نظرات و پیشنهاداتتون رو از طریق شماره واتساپ 2031-638-9898-98 و یا از طریق ایمیل آدرس info@persianworldradio.com و همچنین وبسایت persianworldradio.com برامون ارسال کنید. از دردم و شفا،
شفایی که جاری شد زتر و رنج خدا، حیاتی که جاری شد زمرگش بر جان ما، زمرگش بر جان ما. شفایی که جاری شد زدرد و رنج خدا، حیاتی که جاری شد زمرگش بر جان ما، زمرگش بر جان ما. آنجا که پرید شد کلام بودی کلام، مریم ما حیات، اون از دردم ما شفا. شفایی که جاری شد زتر و رنج خدا، حیاتی که جاری شد زمرگش بر جان ما، زمرگش بر جان ما. شفایی که جاری شد زدرد و رنج خدا، حیاتی که جاری شد زمرگش بر جان ما، زمرگش بر جان ما. آنجا که پرید شد کلام بودی کلام، زفن ما جنان بار از قفت قیام. صلیب و جشت بود آن نقطه بر جلجتا، بار از مریم ما حیات، بار از دردم ما شفا. آنجا که کوبیده شد کلام روی کلام، بار از عفم ما جلام، بار از قفت قیام. صلیب و جشت بود آن نفته بر جلجتا، بار از مریم ما حیات، بار از دردم ما شفا، بار از دردم ما شفا، بار از دردم ما شفا.